تفسیر قرآن کریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سر سفره قرآن هستیم. این مائده عظیم آسمانی آیه به آیه تلاوت میشه. هر آیه رو 4-5 دقیقه 5-6 دقیقه من یه تفسیر فشرده ای دارم. به جزء 17 از سوره انبیا رسیدیم و الان آیه 91 هست. طبق معمول اول آیه 91 سوره انبیا رو بشنویم. والتی احسنت فرجها فنفخنا فیها من روحنا وجعلناها وابنها آیه للعالمین. گفتیم در سوره انبیا داستان انبیا اومده، از یونس گفته شد، از ابراهیم گفته شد، از نوح گفته شد، از ادریس و ذی‌الکفل گفته شد، حالا اینجا هم از مریم گفته میشه. میگه یاد کن اون مریم را که احسنت فرجها، دامنش را خدا پاک نگه داشت. زنی که دامن خودش را پاک نگه داشت، چون دامنش پاک بود، فنفخنا فیها من روحنا، ما از روح خودمون در او دمیدیم و او را حامله کردیم. و جعلناها و ابنها آیتا للعالمین، هم خود مریم هم بچهش نشانه هایی بود، نشانه الهی بود برای همه جهانیان. خب، اول اینکه در این سوره داشتیم که حضرت ابراهیم با دعا بچه دار شد، حضرت زکریا با دعا بچه دار شد، اما مریم بدون دعا بچه دار شد. گاهی خداوند با دعا میده، گاهی خداوند بدون دعا میده. حالا در این آیه خداوند تجدید میکنه از مریم که مریم پاک دامن بود. کار قرآن در امور تربیتی اینه که الگوها رو معرفی کنه، حالا الگوی مرد باشه یا الگوی زن. در سوره تحریم هم دو تا الگو نقل میکنه، هر دو از زنه. ضرب الله مثلا للذین آمنوا، ضرب الله مثلا للذین کفروا. نمونه ایمان زن فرعون، نمونه کفر زن حضرت لوط و نوح. یعنی هر دو زنن و این فرما ضرب الله مثلا، این مثله یعنی یک نمونه و بارز. و قرآن وقتی میخواد برای تربیت الگو معرفی کنه، چون همش کلیات بگه، میگه مثل که آدم خوب باید چنین، باید نباید، بایدها و نبایدها همش کلیاته. نمونه بگو. میگه نمونه مریم، مریم دامنش پاک بود، دامن که پاک شد خدا بهش دوت میکنه. قلب هم همینطوره، اگر قلب سالم باشه، تو قرآن 3 تا قلب داریم، قلب سلیم، قلب منیب، قلب مریض، فی قلوبه مرض. قلب سلیم اومده تو قرآن با همین عبارت، قلب سلیم با عبارت قلب منیب اومده، قلب مریض به صورت قلب مریض نیومده، اما فی قلوبه مرض اومده. پس 3 تا روح در قرآن، روح سالم، روح منیب که اگرم کز میشه انابه میکنه برمیگرده، روح مریض. روح مریض یعنی مثلا روح لجبازه، مثل استخری که سگ مرده توشه، گربه مرده توشه، این گربه مرده، سگ مرده، کلاغ مرده تو حوض، هرچه هم آب بریزی، گلاب هم بریزی بدبو میشه. وقتی انسان روح لجاجت داره، هر آیهی که نازل بشه این در مقابل آیه لجاجت میکنه، یعنی هی کفرش بیشتر میشه و از داد و کفرا. مثل آدم حسود، هرچی کمالات بشنوه حسادتش بیشتر میشه. قلب اگر پاک باشه، خداوند تو این ظرف پاک، شما اگر یه دیوانی رو بردن قبار بود، سوسک و مگسی توش بود، شما تو این دیوان شیر و شربت چای نمیریزی. اگر قلب مریض باشه، خدا به این قلبی که مریض است لطف نمی کند. پس باید قلب سالم باشد تا دریافت کند، باید دامن پاک باشد تا دریافت کند. والتی احسنت، آیه 91 سوره انبیا هستیم، مریم دامنش پاک بود، فنفخنا فیها، در دامن پاک نفخنا فیها من روحنا.
بعد میگه خودشو و بچهشو آیه قرار دادم. چرا نگفته جعلناهما؟ گفته جعلناها و ابنها، خودشو پسرش. بعد میگه هر دو رو، به جایی میگه هر دو رو یکی که اسم ده، گفته مریم را پسرش را. خب میتونست بگه هر دو را، میخواد استقلال باشه. اگر یه جای دعوتی شدیم، اگر گفت قرائتی و فرزندان، فرق بکنه که برای هر فرزندی یک کارت بفرسته. دعوت خصوصی با اسم کلاسش بالاتره، عنایتش بیشتره. میخواد بگه مریم خودش هم یه مستقل بود، خود مریم آیه بود، نه به خاطر که مادر عیسی بود، خود مریم هم خودش شخصیتی بود. جعلناها خودش آیه بود، بچهش هم آیه بود. بعدم میخواد بگه که و جعلناها و ابنها، میگه و ابنها، ابنها یعنی پسر مریم. یه وقت فکر نکنید چون با روح الهی درست شده عیسی روح اللهه، پس بگید عیسی فرزند خداست. ابنها مثل که عیسی ابن مریم، ابنها یعنی بچه مال این مادره. یه وقت عیسی رو به خدا نسبت ندید. خب عرض کنم بزرگ شما که در میان داستان مردا یه زنم نقد کرد. تو چهار دمسوم هم همینطوره، ما چهار دمسوم یه زهرا میخواییم. 13 تاشون مرد بودن، 12 امام مرد بودن، پیغمبر مرد بود، ولی تو چهار دمسوم یه زن لازمه. چون اگر 14 تا مرد بودن، ممکن بود زنها حرف داشته باشن، بگن 14 تا همه مرد بودن، خبر از ما نداشتن، مشکلات زنها را نمیدونستن، فقط گفتن بچه داری، خونه داری، شوهر داری. اگر یکی از اینها زن بود، ناله و درد و مشکلات ویژه زنانه را میدونست، اینقدر کار زنها را مشکل نمیکردن در خونه داری و شوهر داری و بچه داری. باید تو 14 مسئول یه زن باشه تا بگیم الگو. شوهر داری این علی امیرالمومنین علیه السلام، بچه داری دخترش زینب، پسرش حسین و حسن صلوات الله علیهم، خونه داری این خونه داریش که کارشو با کنیزش تقسیم کرد. باید تو شهادت‌ها یه زن باشه الگو. حالا در سوره انبیا از انبیا همه مردا رو گفتن، یک نمونه زنم میگه تا بگه که کمالات مخصوص مردها نیست. والتی احسنت فرجها، یاد کن از مریم که پاکدامن بود، به خاطری که لیاقت پاکدامنی داشت، روح خدا در او دمیده شد، اولادی بهش دادیم که خودش و اولادش آیه هستن برای عالمیان. اگر ما پاکدامن باشیم، خداوند یه چیزایی به ما میده. این چشم اگر پاک بود، گناه نکرد، یه وقت ممکن حضرت مهدی رو دید. چشمی که دائما به نامحرم و به چیزم حرام نگاه میکنه، این چشم دیگه میخواد حضرت مهدی ببینه. این لبی که دائما چرت و پرت میگه، این لب دیگه حالی برای عبادت میمونه. این معده که غذای شبهناک واردش میشه، میخوای رحم داشته بشه؟ اگر میخواد یه چیزایی رو از عالم غیب بگیرید، باید تقوا پیشه کنید. تقوا بود یجعل لکم فرقان، یجعل لکم نورا. اگر پاک دامنی بود نفخنا فیها. خدایا تو به حق محمد و آل محمد گذشته ما را ببخش و ما را پاک چشم و پاک دست و پاک خوراک و پاک فکر و پاک دین و پاک دامن و ما را از هر جهت پاک قرار بده تا ظرفیت زمینه دریافت‌های و لذت‌های معنوی را هم داشته باشیم. آیه 91 تمام. السلام علیکم و رحمت الله.